بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان از کاهش تلفات غیر نظامیان و ارتش افغانستان در ماه های گذشته خبر می دهد. سخنگوی وزارت دفاع همچنان سفر وزیر دفاع افغانستان به پاکستان را مهم می داند و می گوید که در این سفر روی موضوعات مختلف امنیتی بحث شده است و امضای توافقنامه میان طرفین را برای آموزش سربازان ارتش توسط پاکستان رد می کند. روز گذشته گزارش شد که مقام های نظامی دو کشور برای امضای این توافقنامه نزدیک شده است. وزارت خارجه امریکا هشدار سفر به افغانستان را صادر کرده است. وزارت خارجه امریکا هشدار می دهد در حالی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، اوضاع امنیتی در کشور غیر قابل پیش بینی است. وزارت خارجه امریکا تاکید می کند که نیروهای افغانستان توانایی کمتر برای تامین امنیت را دارند و از این رو جان است مسافران خارجی در این کشور به خطر خواهد افتاد. در این هشدارنامه آمده است که سفر شهروندان خارجی به افغانستان به دلیل عملیات‌های نظامی، موجودیت ماین‌ها، راهزنی، درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های سیاسی و قومی و امکان حملات شورشیان نامطمئن است. جنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، در گفتگو با اسوسییتد پرس میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان پیشرفت چشمگیر داشتند و آماده عهده‌دار شدن مسئولیت‌های امنیتی کشور در بهار سال آینده میلادی هستند. این جنرال چهار ستاره آمریکایی تاکید میکند که نیروهای خارجی در دو سال پیش رو با مشوره‌دهی، آموزش و ظرفیت سازی نیروهای افغانستان میپردازند. آلن 59 ساله در پایان روزهای ماموریت خود در افغانستان قرار دارد. در صورتی که سنای آمریکا به او رأی اعتماد دهد، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در اروپا خواهد شد. مدیر محاسبات اداره آبرسانی هرات به اتهام دریافت رشوه سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری بازداشت شد. محمد طاهر انبری، مسئول اداره عالی مبارزه با فساد اداری در غرب کشور، به تلویزیون یک گفت این فرد از چند بدین سو زیر نظارت این اداره قرار داشت و سرانجام ناوقت دیروز حین دریافت رشوه از یکی از مراجعین بازداشت شد. اما او در مورد مقدار پول که دریافت کرده چیزی نگفت. در جریان یک ماه گذشته این دومین مقام دولتی است که در غرب کشور به اتهام گرفتن رشوه بازداشت می شوند. جان کری، سناتور آمریکایی، برای احراز کرسی وزارت خارجه آمریکا رأی اکثریت اعضای مجلس سنا را به دست آورد. جان کری که در چهار سال گذشته ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا را به دوش داشت، پس از ادای سوگند به کابینه اوباما خواهد پیوست. جان کری 69 ساله نزدیک به 3 دهه عضو مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بوده و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری با جورج بوش رقابت کرد. و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، احزاب این کشور را مبنی بر پیشبرد اهداف ملی و قدرتمند شدن کشورشان به یک پارچگی و اتحاد فراخواند. رهبر کره شمالی در پایان چهارمین نشست سران حزب کارگران کره شمالی ضمن فراخواندن احزاب به یک پارچگی، آزمایش موفقانه موشک بالستیک دوربرد این کشور در سال گذشته را یک موفقیت تاریخی دانست و آن را قدرت ملی این کشور عنوان کرد. این در حالی است که اخیرا تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کره شمالی در واکنش به تصمیم این کشور برای پیشبرد فعالیت های موشکی و هسته ای شدت بیشتر یافته است. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.